بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بریم سراغ ادامه فصل پنجم ترمودینامیک. فرایندهای خاص رو مرور میکنیم. رسیدیم به فرایند همدما. امروز میخوایم راجع به فرایند همدما و فرایند بیدرو صحبت بکنیم. فرایند همدما همون جوری که از اسمش مشخصه فرایندی است که طی اون دستگاه دماش دمای ثابتی خواهد بود. از این اتفاق این نتیجه رو میگیریم که عموماً دستگاه با یک منبع گرمایی با دمای ثابت در تماسه که خب اون منبع دماش تغییری نمیکنه و میتونه فرایند جوری جلو بره که دماش از ابتدا تا انتها ثابت باقی بمونه. وقتی میگیم همدما، ما قبلتر این توضیح رو داده بودیم که تغییرات انرژی درونی با تغییرات دما متناسب هم دیگن. یعنی اگر دما افزایش پیدا بکنه انرژی درونی هم افزایش پیدا میکنه. حالا یه چیز دیگه هم بهش اضافه میکنیم. سه تا عبارت رو متناسب با هم قرار میدیم: تغییرات انرژی درونی با تغییرات دما با تغییرات حاصل ضرب پی وی با هم متناسبن. یعنی اگر حاصل ضرب پی وی هم بیشتر بشه هر دوتا اینا بیشتر خواهند شد. از همین عبارت اول و دوم میگیم تغییرات دما صفر باشه، فرایند همدماست، دما تغییری نمیکنه، تغییرات صفر، پس نتیجه میگیریم که تغییرات انرژی درونی هم صفر خواهد بود. خب انرژی درونی خودش چی بود؟ حاصل جمع کیو به اضافه دبلیو بود، پس کیو به اضافه دبلیو هم صفر خواهد شد. از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که کیو مساوی با منفی دبلیو. این یکی از مهمترین نکاتی است که مربوط به فرایند همدما میشه، که در فرایند همدما کار و گرما با هم مساوی و قرینه هم دیگه هستند. یه جای دیگه همین اتفاق خواهد افتاد که مربوط به چرخه میشه که در جلسات آینده بهش خواهیم رسید. این جمله رو دقت بکنید. جمله داره میگه تغییر انرژی درونی در فرایند همدمای گاز آرمانی صفر. جمله کاملا درسته. اگر این عبارت گاز آرمانی نبود، میگفت تغییر انرژی درونی در فرایند همدما صفره، این جمله ظاهرش درست میخورد. تغییر انرژی درونی تو فرایند همدما صفر. اما یه مشکلی داشت. بریم سراغ فصل چهارم یه مروری از اونجا بکنیم. تو فصل چهارم میگفتیم که وقتی که به اجسام گرما میدیم دماشون بیشتر میشه. یه جای این اتفاق نمیافتاد. اون جایی بود که ماده ما تغییر حالت میداد. وقتی ماده تغییر حالت بده مثل حالت تبدیل جامد به مایع که اصطلاحا بهش میگیم ذوب. تو اونجا نگاه بکنید، یخ صفر درجه دارم میخواد تبدیل به آب صفر درجه بشه. صفر صفر. فرایندی که داره اتفاق میفته فرایند همدماست. هر دوتاش صفره. آیا انرژی درونی اونجا صفر میشه؟ خیر. فرایند ذوب فرایند گرماگیره. وقتی میگیم گرما میگیره یعنی اینکه جنبش مولکول ها بیشتر میشه و در نتیجه انرژی درونی داره افزایش پیدا میکنه. پس یه مثال های نقضی وجود داره. اگر ما این عبارتی که زیرش خط کشیدیم گاز آرمانی رو نگیم، دیگه این عبارت درست نخواهد بود. عبارت وقتی کامله که تاکید روی گاز آرمانی هم شده باشه. خیلی خوب، بریم سراغ نمودارهایی که مربوط به فرایند همدما میشه. در فرایند همدما ما مثل فرایندهای گذشته سه تا نمودارش رو رسم می‌کنیم. نمودار پی تی رو شروع می‌کنیم. وقتی میگیم فرایند همدماست، یعنی دما در کل فرایند ثابت باقی بمونه، پس عمود می‌کنیم به محور تیا. اگر خطی عمود شده بود به محور تیا، می‌دونیم که فرایندش فرایند همدماست. از مثلا تی 1 شروع شده تا انتهاش هم همون تی 1 باقی مونده. بریم نمودار بعدی، نمودار وی تی. بازم همون اتفاق میفته، چون داخل اون نمودار محوری داریم که دما رو داره نمایش میده. اگر بر اون دما عمود بشه خواهیم گفتش که فرایند ما فرایند همدماست. اما سومین نمودار و مهمترینش نمودار پی وی. ما قبلتر برای مثلا فرایند همفشار وقتی که توی نمودارامون فشار نداشتیم، مثلا وی بر حسب تی بود، چیکار میکردیم؟ از مبدأ شروع می‌کردیم، خطچین رسم می‌کردیم، می‌شد فرایند همفشار. اما اینجا این کار نمی‌تونیم بکنیم. نمی‌تونم از مبدأ خطچین رسم کنم، خط رو ادامه بدم، بگم اسمش شد فرایند همدما.
چرا این کار رو نمیتونم بکنم؟ برای اینکه حاصل ضرب پی وی کیه، هر چقدر که پی زیاد بشه وی هم زیاد نخواهد شد، اینا برعکس هم دیگه، هر چقدر پی بیشتر بشه وی کم میشه. وقتی این اتفاق میفته شکل نمودار ما به شکل هموگرافیک در میاد. این من دو تا فرایند همدمای جدا از هم رو رسم کردم، یکی از اینا کفایت میکرد، یکی از اینا شکل هموگرافیک توی نمودار پی وی میشه فرایند همدما. پس این شکل ها رو دوستان تو ذهنشون ثبت بکنن. حالا من دو تا رسم کردم، میخوام ببینم که دمای کدوم یکی از این دو تا بیشتره. چجوری باید متوجه بشم؟ همین عبارتی که اینجا با سبز مشخص کردیم، گفتیم هر چقدر حاصل ضرب پی وی بیشتر باشه دما هم بیشتر خواهد بود. کدوم یکی از این دوتا نمودار کلن پی ویه؟ نموداری که بالاتر قرار داره یا پایینتر حاصل ضرب پی ویش بیشتره؟ طبیعتاً هر چقدر که بالاتر قرار بگیریم حاصل ضرب پی وی مقدار بیشتری خواهد داشت. این تی آ، این تی ب، پس تی ب بزرگتر خواهد بود از تی آ. اگر اینا متوجه نشدیم میتونیم همین چیزایی که با خطچین قرمز رسم کردم رو رسم بکنیم. دو تا نمودار رو رسم کردیم با یه حجم، یه حجم مشخص رو از هر کدوم در نظر گرفتیم، دیدیم برای نمودار آ فشارش میشه پی آ، برای نمودار ب فشارش میشه پی ب. خب ویاشون که با هم برابره، من میخوام ببینم که حاصل ضرب پی وی کدوم بزرگتره. ویاشون که با هم برابره، حجم کدوم بزرگتر؟ حجم بی بزرگتره، پس پی وی بی بزرگتر خواهد شد، پس دمای نقطه بی از دمای نقطه آ بیشتر خواهد شد. این برای نمودارهایی که مربوط به فرایند همدما میشه. بریم سراغ مثال از فرایند همدما. میگه در شکل مقابل نمودار پی وی فرایند همدما یک گاز آرمانی رسم شد. سطح محصور، سطح حصار شده، سطحی که بین این دوتا قرار گرفته، بین نمودار و محور وی، میگه که این مساحتش چقدره؟ 4.2 کیلو ژول. حالا میگه مشخص کنید کار و گرما چقدره. بسیار خوب. ما گفته بودیم در جلسات گذشته سطح زیر نمودار، توی نمودار فقط پی وی، سطح زیر نمودار در نمودار پی وی به ما چی رو میده؟ به ما کار رو میده، یعنی قدر مطلق کار مساوی میشه با مساحت نمودار. خیلی خوب، مساحت نمودار رو به من گفته سطح محصور مساحت 4.2 کیلو ژوله. پس از اینجا نتیجه میگیریم قدر مطلق W میشه 4.2 کیلو ژول. خب کار رو به دست آوردیم، شد 4.2 کیلو ژول، اما نمیدونم مثبت یا منفی. از کجا باید این رو تشخیص بدم؟ از جهت فلش. ما گفتیم اگر فرایند ما فرایندی باشه که حجمش بیشتر میشه، اصطلاحا میگیم انبساط داشته باشه، کار در اون حالت منفی خواهد بود و برعکسش کار مثبته. یعنی اگر حجم کم بشه که اصطلاحا بهش میگیم تراکم رخ داده، میدونیم که کار اونجا مثبت خواهد بود. الان همین اتفاق افتاده، حجم کم شده، پس مینویسم دلتا وی کوچکتر از صفر، حجم کمتر شده، اصطلاحا بهش میگیم که تراکم رخ داده. توی حالت تراکم میدونیم که دبلیو باید مقدارش مثبت بشه. پس از این دوتا نتیجه میگیرم که کاری که اینجا اتفاق افتاده مثبت 4.2 کیلو ژول. خب من کار رو به دست آوردم، میخوام گرما رو هم به دست بیارم. فرایند من چه فرایندیه؟ فرایند همدما. تو فرایند همدما کار و گرما مساوی همن، تفاوتشون فقط توی منها، یعنی قرینه همدیگه میشن. پس از همینجا میدونم چون کیو مساویه با منفی دبلیو، پس کیو میشه منفی 4.2 کیلو ژول. این برای کار و این هم برای گرما. این از این مثال. مثال دوم، در شکل روبرو نمودار پی وی یک گاز آرمانی تک اتمی. در فرایند همدمای آبه، وقتی میگه آبه جهت فلش رو هم اگر مشخص نکرد، ما خودمون جهت فلش رو میذاریم، از آ حرکت کرده به سمت ب رفته، این جهت فلش ما میشه. حجم گاز از آ تا ب چقدر تغییر کرده؟ من حجم نقطه آ رو دارم 450 لیتر، پس کافیه که حجم نقطه B رو هم به دست بیارم
و این دوتا رو از هم کم بکنم که ببینم که چقدر حجم کم شده. برای که حجم نقطه B رو به دست بیاریم باید چه کار بکنیم؟ خیلی خوب، یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که تو همین نقطه B من معادله حالت رو بنویسم، یعنی بنویسم PV مساوی NRT، از این کمک بگیرم و ببینم در نقطه B حجم من چقدر میشه. خب اینجا من R رو ندارم، تعداد مول رو هم ندارم، پس این منتفیه. برم سراغ راه بعدیش. راه بعدی که اتفاقا راه ساده تری هم هست اینه که من فهمیدم اینجا فرایند همدماه. توی فرایند همدما من میتونستم چه رابطه ای رو بنویسم؟ در فرایند همدما میتونم بنویسم پی وی مساوی پی وی. نقطه اول من نقطه آ، یعنی پی آ وی آ مساوی نقطه دومم که بی خواهد بود، پی بی وی بی. خیلی خوب، این رابطه رو دارم توی فرایند همدما. حالا تو اینجا هر کدوم از این مقادیری که داریم رو قرار میدیم. برای نقطه آ فشارش چقدره؟ 1.2 1.2 اتمسفر ضرب داره. حجمش چقدره؟ 450 لیتر 450. برای نقطه B فشار چقدره؟ 1.5 اتمسفر. حجمش چقدره؟ حجمش رو دنبالشیم، حجم B رو میخواییم به دست بیاریم. خیلی خوب، آقا چرا تبدیل واحد نکردیم؟ چون هر کدوم از این کمیت ها تو دو طرف تساوی هست. اینجا اتمسفره، من میخواستم تبدیل پاسکال بکنم، باید ضرب در 10^5 میکردم، اون وارم باید ضرب در 10^5 میکردم. خب 10^5 با هم ساده میشه، پس نیاز به تبدیل نداره. همینطوری هم برای لیتر هم همین اتفاق میفته. اینجا لیتر، پس این وی بی بر حسب لیتر به دست خواهد اومد. که از اینجا وی بی به دست میاد 360 لیتر. خیلی خوب، فشار حجم برای نقطه بی رو هم به دست آوردم، حجم نقطه بی هم شده 360. چی مسئله از من میخواد؟ میگه که چقدر در مسیر آب حجم کم شده؟ 360 منهای 450 میکنیم، تغییرات حجم مساوی با 360 منهای 450 منفی 90 لیتر میشه تغییر حجم من در فرایند آب. خیلی خوب، مثال سوم. در شکل روبرو، شکل اینجا، نمودار همدمای گاز آرمانی توی دو تا دمای 350 درجه کلوین و 280 درجه کلوین رسم شد. نسبت پی 1 به پی 2 رو میخواد. اول باید مشخص بکنیم، اولا گفته هر دوتاشون همدمان، مشخص هم هست از شکل. حالا جدا از این میگه یکیش دمای 350 درجه است، یعنی کل دما 350ه، یکی هم کل دماش 280ه. کدوم به کدوم خواهد شد؟ گفتیم اونی که بالاتر قرار میگیره دمای بیشتریه، پس این بالاتره میشه دمای 350 درجه کلوین و اون پایینتره دمای 280 درجه کلوین. خیلی خوب، هر کدوم از اینا مشخص شدن، این میشه دمای T2 و این هم میشه دمای T1. چرا من اونو گذاشتم T2؟ چون اینجا تو همین نمودار مشخص کرده پیش رو گذاشته P2، پس همه اندیساش رو 2 میذارم. اینجا به خاطر همین گذاشتم T1، چون یه قسمتیش فشار رو گذاشته P1، به خاطر همین همه اندیسا رو 1 میذارم. خب این دوتا حالت دیگه نمیتونم بگم PV مساوی PV، یعنی بگم P1 V1 مساوی P2 V2. چرا نمیتونیم بگیم؟ چون دماهاشون یکی نیستن، دوتا نمودار متفاوتن. اگر روی نمودار بود میتونستیم این حرف رو بزنیم. خب دوتا نمودار متفاوتن، چیکار بکنیم؟ چون مادهمون عوض نشده، یعنی N ما تغییر نکرده، میگه نمودار همدمای یک گاز آرمانی. N ما تغییر نکرده، پس میتونم بنویسم حاصل ضرب PV تقسیم بر T برای هر دوتا حالت با هم برابر، یعنی P1 V1 T1 مساوی P2 V2 T2. این رو میتونم بنویسم براش قانون گازهای کامل. خب از این چه نتیجه میگیرم؟ اون چیزی که آخرش میخواد نسبت پیاست، P1 تقسیم بر P2. این رو از من میخواد. حالا من باید نسبت حجم و دما رو اون طرف بنویسم. P2 رو بردم اینور،
حجم رو اگر بخوام ببرم اون طرف میشه وی دو به وی یک. دما رو هم بخوام ببرم اون بر میشه تی یک به تی دو. از قبل میدونستیم که فشار با دما نسبتش مستقیمه، با حجم نسبتش عکسه، طبق همین روابطی که داریم. خیلی خوب، من همین قسمت اول رو میخوام، پس حاصل ضرب اون دوتا رو باید به دست بیارم. وی دو چقدره؟ قسمت دوم ویش رو میخوام بنویسم، ویش میشه 60 و قسمت اول ویش، ببخشید قسمت دوم ویش 15، قسمت اول ویش 60. 15 تقسیم بر 60. دماها رو میخوام بنویسم، دمای قسمت اول من 280 و دمای قسمت دوم 350 که اینا به 7 ساده میشن، اینا هم به خود 15، مقدار کل ما میشه 1/5. پس نسبت پی 1 به پی 2 به دست میاد و برابر خواهد شد با 1/5. این میشه از شروع کار ما برای فرایند همدما، که حتما نیازه که چند تا مثال دیگه از این فرایند حل بکنیم که مطلب بیشتر جا بیفته. بریم سراغ مثال‌های بعدی. بریم سراغ مثال شماره 4. در شکل روبرو نمودار پیوی یک گاز آرمانی تک اتمی رسم شد. میگه در فرایند آب تغییر انرژی درونی گاز چگونه است؟ من میخوام ببینم تغییر انرژی درونی چجوریه؟ ما گفتیم تغییر انرژی درونی با تغییر دما متناسبه. پس میبینم که دما چه تغییری میکنه؟ از نقطه آ تا نقطه ب محاسبه میکنم میزان تغییرات دما رو. اگر دما افزایش پیدا کرده بود، پس انرژی درونی هم افزایش پیدا کرده، یا حالات مختلفی که ممکنه وجود داشته باشه. اول دمای نقطه آ رو به دست بیاریم. چه برای دمای نقطه آ چه دمای نقطه B من از پی وی مساوی با NRT کمک میگیرم. برای نقطه آ و برای نقطه B این مقادیر رو قرار میدم. توی نقطه آ پی وی مساوی NRT بخوام بنویسم، دماش رو به دست بیارم، یعنی تی نقطه آ رو اگر من بخوام به دست بیارم، میشه حاصل ضرب پی وی برای نقطه آ تقسیم بر NR. همین اتفاق هم برای نقطه B خواهد افتاد که حاصل ضرب پی وی تقسیم بر NR میشه دمای نقطه B. هر کدوم از اینا چقدره؟ فشار در نقطه A، من اطلاعات A رو دارم می‌نویسم، فشار در نقطه A 2 بر حسب اتمسفر، حجمش هم 5.75 بر حسب لیتره، یکیش 2 یکیش هم 5.75. نیاز به تبدیل نداره؟ داره، تبدیلش هم انجام میدم. 2 باید ضرب در 10 به توان 5 بشه، این باید ضرب در 10 به توان منفی 3 بشه. یک آسش میکنم، یه 10 به توان 2 اینجا مینویسم، مثبت 5 منهای 3 که میشه 10 به توان 2 تقسیم بر NR. تقسیم بر NR قسمت B رو هم مینویسم. برای قسمت B فشار نقطه B 2.3، حجم نقطه B 5، بازم ضرب داره، یکی 10 به توان 5 یکی 10 به توان منفی 3، بازم کلش رو مینویسم که میشه 10 به توان مثبت 2. خیلی خوب، اینا رو میخوام بنویسم، اون عددی که اولش هست 2 ضرب در 5.75، 2 5 تا 10 تا 2 تا 75 تا 2 هم 1.5 میشه 11.5. 11.5 ضرب در 10 به توان 2 تقسیم بر NR میشه دمای نقطه A. برای نقطه B باز 2.3 ضرب در 5، بازم میشه 11.5 ضرب در 10 به توان 2 NR. خیلی خوب، دمای نقطه A و دمای نقطه B با هم برابر شدن. نقطه A و نقطه B دماهاشون برابره، پس میتونم بگم که کل این فرایند فرایند همدماست. خیر، گفتیم برای فرایند همدما باید شکل من شکل هموگرافیک باشه، یعنی اینکه باید این دوتا نقطه مثلا به این شکل
از کنار هم رد بشن. اگر تو این نمودار باشه بله میگیم فرایند فرایند همدما است، اما خط صاف که فرایند همدما نیست. ما فقط میتونم بگم که دمای نقطه آ و دمای نقطه بی با هم برابر. اگر این شکل آبی رنگ داشتم بله میگفتم دمای همشون با هم برابره. خب ابتدا و انتهای فرایندم دماهاشون با هم برابره، اما این وسطش من نمیدونم چه اتفاقی میفته. البته که میتونم از همون استدلالی که تخته قبل گفتم، چون اینجا بالاتر از این قسمت قرار گرفته پیویش بیشتره، بگم که دماش هم بیشتر از نقاط کناریشه. یا اینکه مثلا بگم اون نقطه جزء این فراینده، اینجا رو مثلا بذارم T1 اینجا T2، کدوم یکیشون بزرگتره؟ اونی که بالاتره بزرگتره، T2 بزرگتره. پس دما از نقطه آ شروع میشه میرسه به یه دمای بزرگتری در نقطه وسط مسیر، مثلا نقطه C، بعد دوباره برمیگرده به همون دمای اولیه در نقطه آ. پس اگر من بخوام که تغییرات دما رو اول بگم، میگم دما افزایش پیدا کرده سپس کاهش پیدا کرده. پس تغییر انرژی درونی هم همینه، ابتدا افزایش و سپس کاهش. هم برای تغییرات انرژی درونی و هم برای تغییرات دما میتونم این عبارت رو بنویسم. یک بار دیگه بگیم که چرا اینجوری شد. گفتیم دمای ابتدا و انتهای فرایند اون با هم برابره، خب ولی این وسطه از این دوتا ابتدا و انتها بزرگتره دماش. چرا بزرگتره؟ چون روی این خط قرار گرفته. یا اینکه بگیم وقتی که اینجا فرایند هم دما، این خط بالاتر از اون فرایند قرار گرفته، پس در پیویش بیشتره، پس دماش بزرگتر خواهد شد. پس ابتدا دما افزایش پیدا کرده، رسیده به دمای بزرگتر، دوباره برگشته به سر نقطه اولش و دوباره دما کاهش پیدا کرده. همین اتفاقات هم واسه تغییرات انرژی درونی افتاد. خیلی خوب، تغییرات انرژی درونی ما یه رابطه قبلتر داشتیم که اون رابطه ما میگفتش که تغییرات انرژی درونی یعنی دلتا یو مساوی با کیو به اضافه دبلیو. بهش میگفتیم قانون اول ترمودینامیک. دلتا یو حاصل جمع کار و گرما میشه. حالا دو تا رابطه دیگه هم میخوایم به دلتا یو اضافه بکنیم. یکیشو گفته بودیم، اما از الان بعد میخوایم مثالهاش رو هم حل بکنیم. رابطه های دیگری که برای دلتا یو وجود داره برای فرایند تک اتمی، ما یه جایی دیگه چون مجبوریم که سرعتمون رو بیشتر کنیم از اثبات ها صرف نظر میکنیم. فعلا در حد همین که روابط رو داشته باشن دوستان کارو جلو میبریم، اگر نیاز بود بعداً اثبات رو هم تقدیم دوستان میکنیم. برای گاز تک اتمی رابطه ما برای دلتا یو میشه 3/2 NR دلتا تی. خب NR دلتا تی مساوی با چی بود تو معادله حالت؟ PV مساوی NR دلتا تی. پس میتونم وقتی که تغییرات NR تی رو نوشتم، تغییرات PV رو هم بنویسم. پس رابطه بعدی به وجود میاد، 3/2 عددش باقی میمونه، P2 V دومن های P1 V1. رابطه ها فوق العاده روابط مهمی هستند. این برای گاز تک اتمیه. برای چه فرایندی؟ آقا 3/2 تک اتمی هم حجم بود. آقایون تو فرایند هم فشار حتما باید حواستون باشه، هم فشار، هم حجم، هم دما یا بیدرو یا اصلا هیچ فرایند خاصی هم نباشه، جز این 4 دسته نباشه، تغییر انرژی درونی برای تک اتمیش این میشه. اصلا هیچ ربطی به فرایند هم حجم نداره. این هم قابل اثباته، فعلا در حد همین از ما قبول بکنید که فرایند تک اتمی اگر اتفاق افتاد، گاز ما یعنی گاز تک اتمی، فرایند هر چی که بود، 3/2 رو باید بذاریم قبلش. برای چی؟ برای به دست آوردن دلتا یو. من روابط دلتا یو رو دارم اینجا می‌نویسم، دلتا یو مساوی با 3/2 NR دلتا تی یا 3/2 P2 V دومن های P1 V1. برای دو اتمی هم عدد 3/2 هم میشه 5/2. 5/2 NR دلتا تی یا 5/2 P2 V دومن های P1 V1. این روابطی که برای تغییرات انرژی درونی جدا از رابطه قبلی که ما داشتیم وجود داره و ازش استفاده خواهیم کرد. بریم سراغ مثال. از همینا مثالش رو حل بکنیم. میگه یه گاز آرمانی تک اتمی در فشار 2 اتمسفر حجم 5 لیتر طی یک فرایند ترمودینامیکی، حجمش رسیده به 8 لیتر، فشارش رسیده به 2.5 اتمسفر. تغییر انرژی درونی گاز چند جوله؟ من میخوام اینو به دست بیارم. تغییر انرژی درونی کار و گرما که ندارم که بتونم از این برم، خب این رفت کنار. بخوام از این استفاده بکنم، تغییرات دما نیاز داره. تغییرات دما هم من اینجا نمیبینم.
تنها چیزی که وجود داره دو تا پی به من داده و دو تا وی. خب میرم سراغ رابطه سومم. پس دلتا یو گاز ما چه گازیه؟ گاز تک اتمیه. پس باید بذارم 3/2 دلتا یو مساوی با 3/2 پی دو وی دو منهای پی یک وی یک، که حتما همه اینا باید تبدیل واحد اصلیش هم بشه اینجا، چون دیگه طرف روبروی نداری که ما بگیم اینا رو با هم ساده بکنیم. اینجا هم دقت بکنید، نگفته فرایند چه فرایندیه، فقط گفته که حجم و فشارش اینه، حجم و فشار جدید تبدیل شده، نگفته و ما باز 3/2 رو گذاشتیم. پس گفتیم هیچ ربطی به این نداره که چه فرایندی داره اتفاق میفته. مساویه با 3/2. فشار دوم من چقدره؟ 2.5 اتمسفر، 2.5 ضرب در 10 به توان 5 که تبدیل به پاسکال بشه. حجم ثانوی هم 8 لیتره، 8 ضرب در 10 به توان -3 که تبدیل متر مکعب بشه. منهای قسمت بعدی برای فشار اولیه هم. فشار اولیه من 2 اتمسفره، یعنی 2 ضرب در 10 به توان 5. حجم اولیه هم 5 لیتره، 10 ضرب در 10 به توان -3. دقت کردیم که همه این چیزهایی که نوشتیم تبدیل واحد اصلیش کردیم. مجموع همه اینا میشه 1.5 ضرب در 10 به توان 3 جول. این میشه تغییرات انرژی درونی. خیلی این رو هم دیدیم، رفتیم سومین رابطه از تغییرات انرژی درونی رو هم به دست آوردیم، فارغ از این که فرایند ما چه فرایندی باشه. بریم مثال آخر از فرایند همدما که بعدش وارد فرایند بیدرو بشیم. 0.4 مول گاز آرمانی تک اتمی فرایند AB3 رو داره طی میکنه. میگه تو این فرایند AB3 B3 فرایند همدماست. B3 فرایند همدماست. اگر نکته مهم این عبارت رو نمی گفت که B3 همدماست، ما نمیتونستیم این رو همدما بگیریم. خب بگیم آقا این که یه منحنی بوده دیگه، این منحنی بس میشه فرایند همدما. نه، جلوتر میبینیم که فرایند بیدرو هم همین اتفاق براش میفته، اون هم یه منحنیه. اصلا میتونه یه منحنی باشه که هیچ کدوم از این دوتا نباشه. پس حتما باید این قید رو داشته باشه که فرایندمون فرایند همدماست، که ما بتونیم خصوصیات فرایند همدما رو برای این لحاظ بکنیم. خیلی خوب، میگه دمای گاز در نقطه AB3 در تک تک این 3 نقطه میگه دمای گاز رو به دست بیاریم. من میخوام دمای یه نقطه رو به دست بیارم، راحت ترین کارم اینه که معادله یه حالت رو برای اون نقطه بنویسم. برای نقطه آ اولین کار رو بکنیم. در نقطه آ حاصل ضرب PV مساوی NRT این رو بنویسیم. توی همون نقطه آ دماش رو میخوام به دست بیارم. دما مساوی با حاصل ضرب PV تقسیم بر NR. اگه من اندیس های آ رو نذاشتم که بهترش اینه که این رو بذارم، به خاطر اینکه این قبلش مشخص کردم اطلاعات آ رو دارم مینویسم. خب توی نقطه آ فشار من چقدره؟ 4 بر حسب اتمسفر. حجم من چقدره؟ 2 بر حسب لیتر. خب 10 به توان 5 و 10 به توان -3 شو چون ننوشتیم، که یه ضرب من بنویسم 10 به توان 2. 10 به توان 5 و 10 به توان -3 رو نذاشتم که مستقیم بنویسم 10 به توان 2. برای تست دیگه نمیخواد دیگه، حالا جلوتر که مثال های تستی خواهیم داشت و آزمون های تستی دیگه، دونه دونه بنویسم 10 به توان 5 10 به توان -3. خیلی خب، یه مقداری داریم سرعتمون رو بیشتر میکنیم. همه اینا رو بنویسم 10 به توان 2. n من چقدره؟ 0.4 مول. و آر هم خود مسئله گفته 8. این میشه دمای نقطه آی من که برابر خواهد بود با 250 درجه کلوین. دمای نقطه بی رو میخوام بنویسم، بازم باید بنویسم PV مساوی NRT و باز هم همون اطلاعات قبلی رو میخوام وارد بکنم، حالا این بار برای نقطه به نام نقطه بی. برای نقطه بی PV تقسیم بر NRش میخوام ببینم که چه مقادیری رو باید بذارم. پی نقطه B من 4، حجمش 5، 4 ضرب در 5. تبدیلات همشون رو با هم مینویسم 10 به توان 2. NR هم که همون عددی که این بالا هم داشتیم، 14 و 8. اینجا میشه 625
درجه کلوین. دمای نقطه B شده 625 درجه کلوین. گفتیم فرایند B3 یه فرایند همدم است. پس دمای نقطه C هم همین 625 خواهد شد چون دمایشون با هم برابره. پس مساویه با T نقطه C من. این میشه قسمت الف که دمای تک تک این نقاط رو ما به دست آوردیم. قسمت بعدی میگه تغییر انرژی درونی تو فرایند آبسه رو به دست بیار. تغییر انرژی درونی تو کل فرایند. خب من برم سراغ کدوم؟ باز این سه تا رابطه رو دارم. رابطه Q به اضافه W. خب QW ما اینجا نداریم. رابطه سه دوم NR دلتا T. بله اینجا راجع به تیا صحبت کرده. از این هم حتی شاید ما میتونستیم بریم چون راجع به حجم و V هم صحبت کرده. اما اون کاری که الان دیگه راحت‌تره همین میخوایم یه جدید هم حل بکنیم. گاز ما گفته گاز تک اتمی، پس سه دوم رو باید استفاده بکنیم. برای قسمت به دلتا یو من میشه سه دوم ان آر دلتا تی. این راحت‌تر از اینه ای که من دو تا پی بنویسم و دو تا وی. وقتی بهش از دو تاش استفاده کرد از این استفاده میکنم. سه دوم ان من چهاردهم، آر من 8 و تغییرات دما. برای کل مسیر رو میخواد آخر مسیر من نقطه سی دماش شده 625، اول مسیر من نقطه آ دماش 250 بود. همه اینا رو که با هم ضرب بکنیم عبارت کل من برای دلتا یو به دست میاد 1800 جول. پس یه بار دیگه مرور بکنیم. برای تغییرات انرژی درونی ما سه تا رابطه داشتیم. یکی قبل‌تر هم استفاده می‌کردیم، حاصل جمع Q و W که قانون اول ترمودینامیک بود. یکی هم الان دو تاشو گفتیم، سه دوم NR دلتا T برای گاز تک اتمی، سه دوم P2V2 منهای P1V1 اون هم برای گاز تک اتمی. خب دو اتمی سه دوم ها تبدیل پنج دوم شدن. کی از این و کی از این میریم؟ وقتی که دما داشته باشیم ترجیحاً از این استفاده میکنیم. وقتی که به جای دما فشار یا حجم رو بده میریم سراغ قسمت آخر دلتا یو و از اون کمک میگیریم. این هم مثال هایی که مربوط به فرایند همدما و یه قسمتی هم مربوط به تغییرات انرژی درونی میشد که گفتیم این دوتا با هم مرتبطن. ما ابتدا گفتیم تغییرات انرژی درونی تابع مطلق دمای گاز. این هم مربوط به فرایند همدما تا بریم سراغ فرایند بیدر رو. و اما آخرین قسمت از فرایندهای خاص که میشه فرایند بیدر. فرایندی که طی اون دستگاه با محیط تبادل گرما نداشته باشه بهش میگیم فرایند بیدر. یعنی گرمای کل ما صفر باشه. خیلی خوب، وقتی گرما صفر باشه از قانون اول ترمودینامیک که دلتا یو مساوی کیو به اضافه دبلیو، این نتیجه رو میتونیم بگیریم که دلتا یو فقط مساوی با دبلیو، کیوش که صفر شد. پس در فرایند بیدر رو دلتا یو و دبلیو با هم برابر خواهند بود. حالا این که میگیم که تبادل گرما با محیط نداره چجوری این اتفاق میفته؟ دو تا راه وجود داره که ما فرایندمون فرایند بیدر رو بشه. یکی این که ما دستگاهمون رو عایق بندی بکنیم که اصلا شرایط این رو نداشته باشه که با محیط بتونه تبادل گرما داشته باشه، آخ میشه گرماش صفر. راه دوم اینه که فرایند رو به شدت سریع، به سرعت سریع انجام بدیم که فرصت مبادله گرما با محیط رو نداشته باشه. این دوتا راه دوتا راهیه که فرایند بیدرو رو تولید میکنه. فرایند بیدرو جدا W و Q نداره که من بگم که Q در فرایند بیدرو مساوی فلان عبارته. رابطه جدایی ندارن. رابطه شون اینه که ما میدونیم Qشون صفره، Wش هم با دلتا U برابره. حالا میریم برای حل مثال ها کمک میگیریم از روابطی که برای دلتا U داشتیم. مثال هفتم و مثال اول از فرایند بیدرو میگه در یک فرایند تراکم دو مول گاز تک اتمی، انشو داده دو، گاز هم گاز تک اتمیه، کار محیط روی دستگاه 600 جوله. اگر دمای اولیه 27 درجه سانتیگراد بشه دمای نهایش رو بگید که چند درجه سانتیگراد یا سلسیوس. عدد آر رو هم داده 25 سوم. خیلی خوب، اولین چیزی که برای فرایند بیدر رو داریم این توضیحات رو میدیم. توی فرایند بیدر رو این تراکمی که نوشته دو مول گاز تک اتمی
توی پرانتز انتهای مسئله حتما رو ما گفته که فرایند ما یه فرایند بی در روه. پس من این رو یادداشت میکنم، فرایند بی در رو. اطلاعاتی که داریم برای حل مسئله می نویسیم اطلاعات فرایند بی در رو. این چیزی که من اینجا نوشتم جزء صورت سواله. توی صورت سوال یا حالا اینجا میگه دو مول گاز تک اتمی فرایند بی در رو داره انجام میده، یا اینکه آخر سوال داره تو توضیحاتش می نویسه فرایند و فرایند بی در رو. خیلی خب، فرایند بی در رو دلتا یومون گفتیم با دبلیو برابر. ما هم اینجا دنبال اینیم که ببینیم که کار محیط و دستگاه رو ما داده 600 جوله. اطلاعاتی که میخواد، من رابطه کار که ندارم، پس برم از رابطه های دلتایو کمک بگم. کدوم رابطهش به درد ما میخوره؟ رابطه دلتایو. چون راجع به دما داره صحبت میکنه، بریم سراغ اون رابطه‌ای که مربوط به دما میشه. چون گاز ما گاز تک اتمیه، رابطه رو اینجوری مینویسیم. من رابطه دلتایو رو دارم مینویسم، 3/2 n r دلتا t. از اینجا میتونم راجع به دما صحبت بکنم و دما رو به دست بیارم. 600. حالا چرا 600 مثبت یا منفیه؟ وقتی که داره میگه تراکم، پس W ما مثبت. 3/2 N رو هم که مسئله ما داده 2 مول، عدد R رو هم که گفته 25/3 بگیرید، اینجا دلتا T به دست میاد. دلتا T از اینجا به دست میاد، بیست و چهار درجه سانتیگراد. میگه تغییرات دما به دست اومده 24 درجه، اما این رو نمیخواد. چیزی که از ما میخواد دمای نهاییه. دلتا تی میشه تی دو منهای تی یک. چون حالا همه اطلاعات داریم به حسب سانتیگراد مینویسیم، من رو میکنم دلتا تتا، اونم باشه مشکل نداره، این دقیقتر و درستره. میشه تتا دو منهای تتا یک. تتا یک هم که دارم 27 درجه سلسیوس و سانتیگراد. این هم بره اون طرف، دمای نهایی من تتا دو به دست میاد 51 درجه سلسیوس. این میشه دمای نهایی. پس دیدیم در فرایند بی در من رابطه جدا نداشتم، فقط رابطه اصلی که وجود داره اینه که دلتا یو میدونم با دبلیو برابر. حالا این مسئله مقدار دبلیو رو به من داده، من دلتا یو رو از روابط قبل کمک میگیرم برای گاز تک اتمی از 3/2 NR دلتا تی. چرا از این نوشتیم؟ چرا ننوشتیم 3/2 پی دو وی دو منهای پی یک وی یک؟ برای اینکه از پی و وی که اطلاعاتی نداریم، اطلاعات ما راجع به دما. پس از این کمک گرفتیم و دمای ثانویه رو به دست آوردیم. خیلی خوب، قبل از اینکه بریم نکته رو بگیم، یه جمله مهمی اینجا وجود داره. این جمله ما میگه که در فرایند بی در رو تبادل گرمایی وجود نداره. کیو ما صفر، تبادل گرمایی وجود نداره. ولی دما می تواند تغییر کند. چجوری میشه که تبادل گرما وجود نداره و دما؟ این دوتا قسمت دما و گرما رو دوستان نباید با هم اشتباه بکنن. دو تا قصه مجزان که حالا یه سری ارتباطات هم با هم دارن. تبادل گرمایی وجود نداره بین دستگاه و محیط، اما تو خودش میتونه دماش تغییر بکنه. چرا دماش تغییر بکنه؟ همین مثالی که اینجا داشتیم، دیدید دماش اولش بوده 27 درجه بعد شده 51 درجه. پس دما قابل تغییر کردن هست، اما مبادله گرمایی وجود نداره. نکته مهم دیگه‌ای که توی فرآیند بی در رو و مقایستش با فرآیند همدما مطرحه، این شکل نمودارشونه. گفتم هر دوتا نمودار نمودارهای هموگرافیکن. یه نکته، نمودار فرآیند همحجم، نمودارهای فرآیند همفشار، نمودارهای فرآیند همدما، هر سه تا اینایی که گفتم هم پی تی هم وی تی و هم پی وی وجود داره براشون، یعنی میتونم تو همه حالتا رسم بکنم. اما نمودار فرایند بی در رو فقط من میتونم توی پی وی رسم بکنم. پس اولین نکته راجع به نمودار فرایند بی در رو اینه که من دیگه پی تی یا وی تی براش وجود نداره، فقط در همین قسمتی که مربوط به پی وی میشه من میتونم رسم بکنم. شکلش چه جوریه؟ مشابه همون شکلی که برای پی وی فرایند همدما داشتیم، یه شکل هموگرافیک. خب تفاوت نداره، این دو تا دقیقاً رو هم دیگه میافتن. خیر،
تفاوتشون این چیزیه که الان میخوایم توضیح بدیم که تفاوت فرایند همدم و بیدار رو توی شکل رسم کردنشونه. توی فرایند همدم و بیدار این شکلی که من سمت چپ کشیدم مربوط به انبساط میشه یا تراکم، حجم داره زیاد میشه پس مربوط به انبساط میشه. توی قسمت انبساط اینجا داریم میبینیم یه گاز از فشار P1 و حجم V1 شروع کرده به منبسط شدن، یه بار به شکل همدما و یه بار به شکل بیدر رو. این دوتا هم که گفتیم رو هم نباشه، حالا کدومشون باید بالاتر باشه و کدومشون پایین تر، از اینجا باید کمک بگیریم که در فرایند بیدر رو ما میدونیم که دما عوض نمیشه. وقتی هم که دما عوض نمیشه یعنی حاصل ضرب PV تغییر نمیکنه. حاصل ضرب PV اینجا هرچی باشه اینجا هم همونه، یعنی تو کل این نمودار اگر این رو فرض کنیم که فرآیند همدما تو کلش PV یه مقداریه. اما بیاین اینجا تو حالت انبساط اگر فرآیند ما بیدر رو باشه ما از این رابطه داریم کمک میگیریم. انبساط W منو منفی میکنه، W منفی بشه پس دلتا U هم منفی میشه، دلتا U منفی بشه پس حاصل ضرب PV هم باید کمتر بشه. از یه نقطه هر دوتاشون شروع شدن، برای اینکه حاصل ضرب PV کمتر بشه پس باید بیدر رو بیاد و پایین تر از همدما قرار بگیره. پس در حالت انبساط وقتی میخوایم رسم بکنیم نمودار بالایی میشه نمودار همدما و نمودار پایینی میشه نمودار بیدر. حالا تو عمل تراکم بخوایم این کار رو بکنیم، هر دوتاشون تراکم دارن، از حجم V1 و فشار P1 هر دو شروع شدن، حالا حرکت کردن تو دو جای مختلف نمودار رو به قسمت V2 رسوندن، کدوم باید بیدر رو بشه و کدوم همدما؟ من یکیشو فرض بکنم همدماست، بازم تو همون حالت که میگیم که حاصل ضرب PV همه نقاط با هم یکسانه. حالا ببینم بیدر رو بالاش قرار میگیره یا پایینش قرار میگیره. بازم میرم سراغ رابطه‌ای که دارم برای فرایند بیدر رو. اینجا میگم تراکم، تراکم یعنی دلتا V منفی. وقتی دلتا V منفی بشه پس W مثبت، W بزرگتر از 0 پس دلتا U هم بزرگتر از 0 میشه. وقتی دلتا U بگم بزرگتر از 0 یعنی حاصل ضرب پی ویش هم داره بیشتر میشه. نقطه شروع حاصل ضرب پی ویش میخوام اگر تغییر نکنه که میشه این خط، میخوام بیشتر بشه پس بالاتر قرار میگیره. پس در شکل تراکم بالاتره میشه بیدر رو، پایینی میشه همدما. یکی بگم کلا دیگه حفظ بکنیم، اون چیزی که بیشتر تغییر میکنه چه برای انبساط چه برای تراکم فرایند بیدر رو ماست. نگاه کن اینجا تو انبساط کدوم داره بیشتر تغییر میکنه؟ بیدر رو بیشتر اومد پایین. توی تراکم کدوم داره بیشتر تغییر میکنه؟ بیدر رو بیشتر تغییر کرد. اون چیزی که بیشتر داره تغییر میکنه فرایند بیدر رو ما خواهد بود. این از مقایسه این دوتا نمودار. بریم مثال بعدی. گاز دو اتمی با یک فرایند بیدر رو منبسط شده به گونه ای که فشار اون از 10^5 پاسکال به 5^10^4 پاسکال میرسه. گاز 500 جول کار انجام میده. دبلیوش هم به ما داده. میگه اگر حجم اولیه گاز 20 لیتر باشه حجم نهایی رو به دست بیاریم. خیلی خوب. فرایند بیدر رو. تو فرایند بیدر رو میگیم دلتا یو مساوی با دبلیو. دبلیوش رو هم به ما داده 500 جول. W گاز هم شده 500 جول. خب این 500 جول مساوی چی میشه؟ من رابطه دلتا یو بنویسم. کدومشون گاز من گاز چند اتمیه؟ دو اتمیه. پس میشه 5/2. 5/2 پی دو وی دو منهای پی یک وی یک. این مساوی میشه با 5/2 پی دو من چقدر مقدارش؟ 5^10^4. حجم نهایی رو من اینجا ندارم، میخوام به دست بیارم، به جای ویدو خود ویدو رو میذارم. پی یک فشار اولیه هم 10^5، حجم اولیه هم 20 لیتره که باید تبدیل بشه به متر مکعب، ^10^-3 میکنم. این میشه دلتا یو من. مساوی چی باید بذارم؟ مساوی 500 بذارم. نگاه بکن اینجا رو، میگه عملی که داره اتفاق میفته عمل تراکم یا انبساط منبسط شده، یعنی حجم داره بیشتر میشه. گفتیم وقتی حجم بیشتر بشه W منفیه، پس باید بذارم مساوی با منفی 500.
از اینجا وی دو یا وی نهایی من به دست میاد. وی نهایی مساوی میشه با 36 ضرب در 10 به توان منفی 3 متر مکعب، که اینجا بر حسب لیتر میخواد. لیتر و متر مکعب تبدیلشون به هم دیگه اینه. اگر لیتر بود میخواستم تبدیل متر مکعب بکنم، باید ضرب در 10 تا منفی 3 میکردم. حالا متر مکعب میخوام تبدیل به لیتر بکنم، باید ضرب در 10 توان مثبت 3 بکنم. پس برابر خواهد شد با 36 لیتر. این هم از مثالش. بریم سراغ مثال آخر از فرایند بیدروی و فرایندهای خاص ما. میگه گازی رو حجمش رو دو برابر میکنیم، به شکل دو برابر داریم منبسط میکنیم. منبسط یعنی حجم داره زیاد میشه. حجم اولیه‌مون V1 بوده، حجم نهایی بیشتر شد، دو برابر شده، شد 2 تا V1. میگه در کدام فرایند کار انجام شده روی گاز بیشتره؟ کار انجام شده بیشتره، مثل همین چیزی که اینجا داشتیم و نگاه بکنید. فرایند من چه فرایندیه؟ فرایند نمودار من نمودار PV. حالا هر کدوم از این فرایند میخوام ببینم کار کدوم بیشتره، باید چی کار بکنم؟ سطح زیر نمودار هر کدوم که بیشتر بشه، اندازه کار اونم بیشتره. اینجا سطح زیر نمودار کدوم بزرگتره؟ سطح زیر نمودار بیدررو میشه کل این تیکه، برای همدما فقط میشه این تیکه. خب بیدررو بزرگتره، پس کارش هم اندازش اندازه بزرگتری میشه. اینجا کار کدوم بزرگتره؟ هر چی که سطح زیر نمودار بیشتر بشه، سطح زیر نمودار همدما بیشتر. پس من توی نمودار PV میگفتیم سطح زیر نمودار برام مشخص میکنه که کار مقدارش چیه، بزرگ و کوچیکیش، یا اندازش رو به دست بیاریم، مساحت زیر نمودار. خب من اول باید مشخص بکنم گازم رو توی همه حالتها از حجم V1 میبرم حجم V2. یه بار تو حالت همفشار این کار رو میکنم. این نمودار PVه، وقتی میخوام همفشارش رو برم باید یه خط صاف باشه، این خط عمود شده باشه به منبر فشار. پس این قسمت بالای من میشه فرایند همفشار. این میشه 1، 2 و 3 رو هم مشخص بکنیم. دومی و سومی گفتیم که وقتی که عمل انبساط انجام میشه کدوم بالاتره؟ همدما بالاتر بود، بیدررو پایین‌تر. اصلا میتونستیم اونی که بیشتر تغییر میکنه کدوم؟ این 3. پس سومیه میشه بیدررو و دومی هم میشه همدما. این میشه این 3 تا. هم حجم چیه؟ هم حجم راجع به کار داره صحبت میکنه، میگه در کدوم فرآیند کار بیشتره. هم حجم که کارش صفره، پس اصلا این بره کنار، میمونه بین این 3 تا. بین این 3 تا کدوم سطح زیر نمودارش بیشتره؟ خب شماره 1 سطح زیر نمودارش بیشتره. فرایند هم فشار من سطح زیر نمودارش بیشتره، پس کار بیشتری رو داره انجام میده. این هم مثال هایی که مربوط به فرایند بیدررو بود. ما توضیحات رو دادیم راجع به فرایند های خاص و تا اینجا درس رو جلو بردیم. امیدوارم که توضیحات مصور ثمر بوده باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی.